سه پناهجوی آفریقایی 11 روز روی لبه تیغه کشتی پنهان شدند تا به اسپانیا برسند. سه پناهجوی آفریقایی که پس از 11 روز نشستن روی سکان یک کشتی نفتکش توانسته بودند خود را به جزایر قناری برسانند، از دولت اسپانیا درخواست پناهندگی کردند. این پناهجویان هنگام پهلوگیری کشتی نفتکش که از نیجریه حرکت کرده بود در لاس پالماس در جزیره گران کاناریا توسط گارد ساحلی اسپانیا نجات پیدا کردند. این سه پناهجو که علائم سرمازدگی داشتند برای درمان به بیمارستان منتقل شدند. در تصویری که گارد ساحلی اسپانیا در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است، این سه مرد نیجریه‌ای را نشان می‌دهد که در خارج از این نفتکش و روی سکان آن نشستند. مقامات اسپانیایی از اپراتور نفتکش خواسته بودند که این سه نفر را به نیجریه بازگرداند، ولی سپس مقام‌های محلی در جزایر قناری اعلام کردند که این سه نفر از اسپانیا درخواست پناهندگی کردند و به نفتکش تحت پرچم مالی اجازه دادند تا اسکله جزیره گرن کاناریا را ترک کند. جزایر قناری اسپانیا در شمال غربی آفریقا دروازهای محبوب برای مهاجرانی است که به دنبال زندگی بهتر در اروپا هستند. بر اساس گزارش وبسایت هایی که اقدام به ردیابی کشتی ها می کنند، این کشتی نفتکش از لاگوس، بزرگترین شهر نیجریه حرکت کرده و پس از طی کردن بیش از 2700 مایل دریایی به جزیره قناری رسیده است.